درود بر شما همراهان عزیز. برای شنیدن اخبار بدون سانسور لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله از جدیدترین رویدادها باخبر شوید. $30,200,000,000 7,612,000 سکه بهار آزادی و 60 تن طلا در کشور گم شد. آیا می‌دونید اختلاس این مقدار طلا و دلار بدون حمایت رهبری و ریاست قوه قضاییه امکان پذیر نیست؟ بیخود نیست. رئیس سابق بانک مرکزی اون زمان که ایران خیلی ذخایر ارزی داشت گفته بود موجودی حساب آقازاده‌ها بیشتر از ذخایر ارزیه. چرا اسامی اعلام نمیشه؟ این اظهارات از خود فرقه تبهکار و یک از هزاران دزدی و غارت ایرانیان در طول 43 سال حاکمیت فرقه تبهکاره. $30,200,000,000 میشه 755,000,000,000 تومان. به عبارتی میشه معادل 77,500,000 سکه بهار آزادی. اگه با سکه های بعدی که ذکر میکند به تعداد 7,612,000 جمع بزنیم سرجم میشه 85,112,000 سکه بهار آزادی. حاصل دزدی در یک فقره در نظام دزد سالار جمهوری اسلامی. یعنی اگه همه مردم ایران یارانه ماهانه خودشون رو طی 20 سال جمع کنند باز کمتر از این عدد میشه. شما حساب کنید در طول این 43 سال چقدر دزدیدند. بیخود نیست که 87% مردم زیر خط فقر و فلاکت افتادند و 225,000 فوق میلیاردر در جمهوری اسلامی سر برآورده. بیخود نیست مردان شرمسار خانواده، زنان غرق در ماتم و آه و کودکان در رنج و عذابن. بیخود و بیجهت نیست کلیه فروشی و قرنیه فروشی و فحشا و زباله‌گردی و گورخوابی و بیکاری و اعتیاد جوانان و کودک ایرانی گرسنه و تشنه است. انگلی به نام جمهوری اسلامی خون ایران و ایرانی رو مکیده و اگه بنشینیم مرگ حتمی و قطعی میشه. پس بیایید همه با هم همت کنیم به نام ایران برای نجات خود و کشورمون و خانواده هامون. کشورمون رو از دست دزدان و غارتگران پس بگیریم. نکته اینجاست. آهای نظامیان، بسیجی و سپاهی و امنیتی و انتظامی که پول خون میگیری برای سرکوب مردم ایران، همون پول رو نیز از کیسه و سهم خودت دزدیدن و به تو میدن. تو بیش از همه ضرر کردی. هم جیب تو میزنن، هم شرافتت رو میخرن و هم دستانت رو به خون هم میهنات آلوده میکنن. این نظام دزد سالار رفتنیه. تا دیر نشده به ملت بپیوندید که فردا بسیار دیره براتون. و در ادامه معدن طلای تربت حیدریه $40 میلیون در سال صادرات داره. سیستان و بلوچستان یکی از بزرگترین معادن طلا رو با بیش از 73.4 میلیارد تن کانسنگ طلا داره. موافقت اصولی 3 معدن طلا در میرجاوه، بزمان، تفتان و مجوز صدور 3.5 میلیون تن طلا در میرجاوه صادر شده. سهم این مناطق محروم و مردم ایران از معادنشون کجاست؟ مواظبت نداشتن و در نتیجه فعل یا ترک فعل اونها خساراتی به دولت و بیت المال وارد شده و در نتیجه تضییع اموال دولت خب بایستی پاسخگو باشن. بالغ بر $30,200,000,000 و 7,612,403 عدد سکه بهار آزادی، چیزی در حدود 60 تن طلا در واقع ذخایر طلا که کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های ویژه اخلاء در نظام اقتصادی ارسال شد. کسانی که شعار نه غزه نه لبنان سر دادند، اقلیتی فریب خوردند. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل علی خامنهای درباره کسانی که در ایران شعار نه غزه نه لبنان سر دادند گفت: این افراد اقلیتی هستند که یا فریب خوردند یا نمیدونند چی میگن. جوک نیست. اعلام آمادگی نمکی برای درمان پناهجویان بیمار درگیری‌های افغانستان در اردوگاه‌های مرزی. برپایی اردوگاه‌های مرزی برای درمان پناهجویان بیمار ناهنجاری‌های سیاسی و نظامی افغانستان ضروری است. بعد از اینکه نمکی وضع بهداشت ایران و سر و سامون داد، برای سیستان و بلوچستان بیمارستان ساخت و برای 80 میلیون ایرانی واکسن تهیه کرد، حالا این مجیزگوی خامنه‌ای قصد داره اردوگاه‌های مرزی بنا کنه. افراد آواره و سرگردانی که در این ناملایمات و ناهنجاری‌های سیاسی نظامی افغانستان پناه می‌آورند به مرزهای ما، آن طرف مرز یا این طرف مرز، ما برای اینها اردوگاه‌هایی رو در تدارک ببینیم. خیلی هم از سازمان‌های جهانی انتظار. مهدی میرموعزی، مدیر عامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد زیر مجموعه بانک پاسارگاد، پس از دریافت احضاریه از سوی دستگاه قضایی متواری شد. وی از مدیران صنعت نفت و از افراد نزدیک به بیژن زنگنه است که طی روزهای اخیر به هیچ یک از تماس‌ها پاسخ نداده، در محل کار خودش حضور نیافته و در منزل مسکونی نیز مشاهده نشده. وی پس از رویت این احضاریه ابتدا با بیژن زنگنه تماس گرفته و سپس متواری میشه. برخی معتقدند که وی به خارج از کشور گریخته و برخی نیز اعتقاد دارند که در داخل کشور مخفی شده و قصد خروج داره. لازم به توضیح میرموعزی در پرونده کرسنت نیز جزو افراد متهمیه که با لابی نهادهای فاسد جمهوری اسلامی به اتهامات او رسیدگی نشد. ادامه اخبار. آذری جهرموی از حملات سایبری به سیستم‌های رژیم خبر داد. یک روز پس از انتشار خبر حمله سایبری به سیستم حمل و نقل ریلی ایران، رسانه‌ها روز شنبه 19 تیر 2700 اختلال سایبری در سیستم‌های کامپیوتری کارکنان ستاد وزارت راه و شهرسازی را تایید کردند. به گفته مقام‌های وزارت راه و شهرسازی رژیم، این اختلال سایبری موجب شد پورتال وزارتخانه و سایت‌های زیر پورتال آن از دسترس خارج شود. یک روز پیش از این سیستم‌های کامپیوتری شرکت راه آهن دچار مشکل شدند. حقوق ماهیانه 20 میلیون تومانی برای تهیه پاورپوینت مدیرعامل. لیستی از حقوق‌های ماهیانه برخی از مشاورین و دستیاران مدیریت شرکت دولتی شستا وابسته به تامین اجتماعی که احمد توکلی اون رو منتشر کرده. آقا داماد چه کاره هستند؟ مشاور امور بسیج پسرمون. چقدر درآمدشونه؟ فعلا بدون حضور و بدون شغل 10 میلیون میگیرن تا انشالله ساخت پاورپوینت یاد بگیرن. حقوقشون میشه 20 میلیون تومن. هادی خامنهای گفته بیرون موندن موی یک دختر مهمتره یا زباله‌گردی اون. هادی خامنهای دبیر کل مجمع نیروهای خط امام و برادر رهبر جمهوری اسلامی در گفتگویی با روزنامه ایران از دولت آینده خواست به بهبود زندگی مردم متناسب با شأن انقلاب اسلامی توجه کنه و گفت حق مردم ایران داشتن یه زندگی شرافتمندانه و همراه با عدالت و افزود این همان چیزی است که اصلاحات می‌خواهد. خامنه‌ای در بخش دیگه‌ای از این گفتگو افزود انسان‌های خردمند جامعه درجه بندی مسائل رو تشخیص میدن که در مسائل فرهنگی آیا مقدار موی یک دختر خانم مهمتره یا گرسنگی و تا کمردلا شدن اون در سطل زباله. الهیان عضو کمیسیون زن و خانواده مجلس گفت ویروس ولنگاری و بیبندوباری در غرب کشنده تر از ویروس کرونا شده. خدا را شکر ما مثل غرب ویروس ولنگاری و بیبندوباری نداریم. حالا پر شدن سردخانه ها رو میشه کاریش کرد ولی دیگه مثل غرب بنیانهای اجتماعیمون خراب نمیشه. تازه لازم نیست همه جامعه واکسینه بشن. دخترامون و جوانامون واکسینه بشن کافیه. جوانانمون این امر رو یادآوری کنیم. اون چه که در غرب امروز حتی بدتر از ویروس کرونا آسیب ساز شده، ویروس ولنگاری و ویروس در واقع بیبندوباری هست که امروز پایه‌های تمدن غربی رو به لرزه درآورده. مواظب باشیم که در مقابل این ویروس خود رو واکسینه کنیم و دخترانمون رو واکسینه کنیم، با دادن بینش، با دادن در واقع تحلیل از وضعیت موجود و تاثیرگذاری نقش دختران ما و نقش جوانان ما در ساخت آینده ایرانی پر افتخار. لطفاً با لایک کردن ویدیو به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید. سپاس.